سلام به همه شما نیکوتاکی های عزیز میخواییم بخش چهار روم از تحلیل داستان از Study in Scarlet نوشته آرثر کانن دویل رو با هم دیگه داشته باشیم I had neither kith nor kin in England and was therefore as free as air or as free as an income of 11 shillings and six pence a day will permit a man to be عبارت کیث نو کین ببینید اول دونه دونه بخوایم بحث کنیم کیث یه معنیش به مفهوم سرزمین شما سرزمین پدری یا مادری شماست وطن شماست ولی در اینجا اون یکی معنیش مد نظره که به آشنایان و دوستان اشاره میکنه البته کلمه قدیمی امروز شما بعید اینو بشنوید و اگر هم بشنوید حتما در همین عبارت کیث اورکین اینجا البته نور گفته برای اینکه میخواد بگه که من ندارم این, این،, این کس ها رو ولی در واقع کیث او کن گفته میشه اونورم کن رو داریم که به اعضای خانواده شما برمیگرده امروزه بیشتر گفته میشه که I had neither friends no family میتونید اینجوری بگید و اینجوری تعبیرش کنید کلمه دیگری که اینجا لازم بحث بکنیم کلمه شلینگ خب خیلی کلمه مهمی نیست از این جهت که فقط به واحد پول انگلستان فکر میکنم توی هر پوند 20 شیلینگ باشه و اونورم 6 پنس رو داریم که فکر میکنم اینو البته با صد دقیق نمیدونم ولی 6 پنس هم داخل هر به هر نیم شیلینگ 6 پنس گفته میشه در کل یعنی 11 شیلینگ و 6 در این جمله خواهیم دید که منظور یعنی درآمد خیلی پایین. حالا داره میگه من در انگلستان نه رفیقی دارم نه آشنایی و به خانواده ای نداشتم در واقع. I was therefore as free as a و به همین دلیل خیلی آزاد بودم. اصطلاح as free as a یعنی کاملا آزاد بودم. Or as free as an و در ادامه میگه میاد تصحیح میکنه میخواد یه شرایط اقتصادی بعد خودشو بگه میگه بذار بهتر بگم اونقدر آزاد بودم که درآمد در روز یازده شیلینگ و 6 پنس به آدم اجازه آزادی میده یعنی چی؟ خب شما دوستان هرچی پولتون کمتر باشه یعنی آزادی عمل کمتری دارید دیگه این میخواد بگه یه طرف میگه چون کسی رو نداشتم I was free as a از اون طرف میگه البته اگر اون درآمد کم من اجازه بده من آزادی داشته باشم بازم خلاقیت نویسنده رو در بیان منظورش میبینیم که چجوری جملات رو شیرین بیان میکنه. Under such circumstances, I naturally gravitated to London, that great cesspool into which all the loungers and idlers of the empire are irresistibly drained. Under such circumstances, <laughs> I naturally gravitated to London, in such conditions. gravitated شما رو شاید یاد gravity جاذبه زمین میندازه وقتی فعل gravitate رو به همراه تو البته به کار میبریم یعنی شما کشیده میشید به سمت کسی یا چیزی برای شما جذابیتی داره سس پول به معنی در واقع چاه فاضلابه حالا یا واقعا چاه فاضلاب که در ساختمون ها وجود داره در زیر زمین و یا به صورت استعاره ای مثلا ممکنه بعضی ها مثلا مثال بخوام بزنم بگن وارد دنیای مثلا مافیای قاچاق بشی یا مثلا وارد دنیای سیاست بشی ناخواسته به سس پول کشیده میشی مثلا یعنی میتونه استعاره ای مثل خیلی کلمه ها به کار بره دو کلمه داریم loungers and آیدلرز اینا بسیار شبیه هم هستن ببینید loungers اگر آرش رو برداریم به ما میده لانج اتاقی در منزل یا یک سالن بزرگی در هتل که آدما اونجا استراحت میکنن مثلا بعضی بین یه تلویزیون گذاشتن همه راحت هم میشینن استراحت میکنن یکی چرت میزنه یکی اونو نگاه میکنه یا توی فرودگاه ما دیپارچر لاونج داریم اونجایی که مسافرها میشینن منتظرن تا پروازشون اعلام بشه و سوار هواپیما بشن Uh, حالا لانجر به کسی میگن مثل آیدلر این کلمات بسیار نزدیکن به کسایی که uh, در واقع چجوری بگم یه جایی الافن همینجوری پرسه میزنن کار خاصی ندارن شما وارد یه بار میشید میبینید یه عده همینجوری نشستن بیکارن نوشیدنی میخورن با هم گپ میزنن اینا رو معمولا لانجر میشه به خطابشون کرد آیدلر هم کلا به مفهوم کسی که کاری نداره بیکاره مثلا اگه شما صفت آیدل رو در جمله به کار ببرید Uh, at the weekends, ایدل، usually idle. یعنی مثلا معمولا بیکارم کاری ندارم I have nothing to do خب اینم از این دو کلمه و irresistibly یعنی به طور خیلی جدی و شدید ببینید ریشه این کلمه ریزیسته در اصل از ریزیست میاد مقاومت کردن در برابر چیزی وقتی شما مثلا میگید که I can't resist sweet things یعنی نمیتونم در برابر چیزهای شیرین مقاومت کنم حتما باید بخورم حالا وقتی میگیم irresistible صفات می‌سازیم که با ال ای تموم میشه یعنی یک چیزی انقدر برای شما جذابیت داره که نمیتونی در برابرش مقاومت کنی مثلا میگی که uh, the irresistible smell of coffee یعنی بوی قهوه جوریه که نمیتونی در برابرش مقاومت کنی حالا میاد ازش قید میسازه یعنی به طور غیر قابل مقاومت کردن در برابر آن یه همچین چیزی مثلا مثلا وقتی میگید که شیز irresistible beautiful یعنی انقدر قشنگی که اصلا نمیتونی جلوی اون حز تو از تماشای چهرش ببری یا مثلا وقتی میگی که something irresistibly attractive یعنی انقدر جذابه که نمیتونی جلوی خودتو بگیری و در پایان کلمه درین رو داریم ببینید درین اون چاله یا اون سوراخیه که مثلا توی سینک آشپزخونه یا هر جای دیگری هست و آب کثیف رو میگیره میبره میرزه تو چاه مثلا فاضلاب یا مستراح Uh, حالا وقتی درین رو به عنوان فعل به کار میبریم یعنی چیزی رو درین کردن مثل این آب کثیف خالی کردن سیستم درینج یک ساختمون درین به علاوه ای جی ای یا سیستم the drainage system of a building or the drainage system of a city is the system that allows uh the water the dirty water that's collected in the gutters and the uh, sewers uh, to be taken away to be taken away to a cesspool or somewhere out of the city پس کلا درینه جنی یک جوری تخلیه کردن چیزهای کثیف البته کلا درین به معنی گرفتن آب چیزی هم هست مثلا یه چیزی رو توی آبکش میذاری تا آبش بره و در واقع درین بشه حالا بریم ببینیم تو این جمله چه جوری نویسنده خلاقانه منظورش رو میگه میگه تحت چنین شرایطی با اون وضعیت اقتصادی که در واقع مطرح کرد من به طور طبیعی به لندن کشیده شدم اون فازلاب بزرگی که جالب گریت رو با سسپول میاره حالا گریت هم میتونه اینجا فکاهی باشه یعنی داره خنددار میکنه سسپول رو داره کلمه گریت براش میاره یا نه بچه ها گریت یکی از معانی گریت به معنی لارجه یعنی کاملا به سایز فقط اشاره میکنه وقتی ما میگیم گریت هاوس معمولا وقتی گریت با چیزی مثل هاوس میاد که بیشتر در ادبیات به این برخورد میکنیم یعنی به سایز اون خونه داره اشاره میکنیم من فکر میکنم اینجا منظورش همونه اون فاضلاب بزرگ که همه بیکارا و علافای امپراتوری منظور امپراتوری انگلستانه حالا جالب خود انگلیس و بریتانیا رو نمیگه چون امپایرشون فراتر از خاک خودشون بود دیگه یعنی ببینید چقدر داره لندن و اینجوری برای ما بد توصیف میکنه که تمام بیکارا و علافای امپراتوری خیلی قوی و شدید به سمتش کشیده میشن بریم جمله بعدی There I stayed for some time at a private hotel in the Strand, leading a comfortless, meaningless existence and spending such money as I had considerably more freely than I ought. خب میگه اونجا یه مدتی من موندم توی یه هتل خصوصی توی هتل خصوصی توی حالا استرند احتمالا قسمت نام منطقه یا یه شهر کوچیک نمیدونم یا مثلا یه خیابونیه Uh, leading a comfortless meaningless existence و اینجا existence بچه ها به معنی زندگیه چرا که میبینیم با lead هم اومده وقتی ما مثلا میگیم uh, somebody leads a happy life یعنی somebody has a happy life یا lives a happy life حالا میگه زندگیش در اونجا چطوری بود comfortless بود بدون آسایش و آرامش بود و meaningless اینم شده بود یه علاف دیگه و برای اینکه این حس رو در ما تقویت کنه نمیگه لایف چون لایف خیلی معنادارتره عمیقتره تا اگزیستنس داره میگه فقط وجود داشتم دیگه اونجا ببینید هنرمندانه اینجوری کلمات رو انتخاب میکنه یه نویسنده علکی بزرگ نمیشه نویسنده کلاسیک ها نه این جدید که حالا خیلی هنر چیزی همان چرا. در مقایسه با این قول های ادبیات ندارن چقدر قشنگ کلمات داره با دقت انتخاب میکنه و باز هم بگم ما خیلی نویسنده های قوی تر از آرثر کانن دویل داریم دوستان و آثار قوی تر که انشالله در آینده اگه مایل باشید اونها رو هم کار میکنیم بگیر لطفا نظراتتون رو در کامنت ها برامون بنویسید دوست دارید همچین داستان رو با هم ادامه بدیم دوستان عزیزم یا خیر متشکرم بله میگه اونجا بودم و همچین زندگی داشتم و اونقدر پولی که و اون پولی رو که داشتم و پولی که به دستم می اومد و خب خرج می کردم همون پولی که قبلا گفته بود و اینجا میگه more freely than I ought یعنی آزادانه تر از آن چیزی که می بایست بعد پشت more considerably هم میاره یعنی خیلی آزادانه تر یعنی خیلی همینجوری بی هوا پول خرج می کردم همینجوری کل شقی پول خرج می کردم اما اینجا اوت یا به قول امریکایی آت یعنی چی؟ ترکیب آت با تو تی او و بعدش یک فعل همون مفهوم شود رو به ما میده یعنی I ought to go یا به قول بریتش I ought to go یعنی من باید برم دقت میکنید حالا اینجا چرا تو نیاورده برای اینکه خب بعدشون فعله رو نیاورده نمیگه پولو خیلی راحت خرج میکردم نسبت به اون چیزی که باید خرج میکردم دیگه خرج میکردم به دوم رو نگفته خب پس چرا بعد آت تو بیاره که بعد بخواد اون فعلو بگه به خاطر همین آت خالی رو آورده اما شما معمولا معمولا آت رو به همراه تو میبینید و بعدش همونطور که گفتم یک فعل So alarming did the state of my finances become that I soon realized that I must either leave the metropolis and rusticate somewhere in the country or that I must make a complete alteration in my style of living. خب کلمات جدیدی که اینجا داریم صفت alarming هست یعنی هشدار دهنده یعنی خطرناک یعنی خلاص وضعیت در واقع قرمز State اینجا حالت و وضعیت معنی میده فایننسز رو میدونید ولی بازم برای تاکید به هر حال ممکنه بعضی دوستان ندونن یعنی وضعیت مالی کلا به مال از منظور پول نه مال مثلا میل کوین چیزا فیننس یا فایننس میگن یا و میدونید صفتش هم بسیار معروف فایننشال یا فیننشال کلمه دیگری که لازم صحبت کنیم متروپولیس متروپولیس به هر شهر بزرگ و مهمی میگن متروپولیس لازم نیست حتما پای تخت باشه کافیه که بزرگ باشه و شهر نسبتا مهمی هم باشه کلمه راستیکیت رو داریم ببینید این از صفت راستیک میاد راستیک شما رو یاد چه کلمه در فارسی میندازه اولش آره دومش یو فرض کنید اون یو او خونده میشه بعد اسوتیه روست روست روستا راستیک یه صفت به معنی روستایی خب روستاگونه و راستی کیت یعنی در ساکن روستا شدن در ده زندگی کردن دقت میفرمایید کلمه دیگه و در ادامه میگه in the country خب این the country میدونیم اینجا کانتری به معنی کشور نیست کانتری به خصوص وقتی که با th ای میاد و البته از محتوا و کانتکس باید این رو درک کنیم به مفهوم خارج از شهر و حتی خارج از حومه شهره یعنی از مثلا تهران رو که شهر اصلی در نظر بگیریم دور برش ما حومه ها رو داریم شهرهای هومه ای رو داریم مثلا اسلام شهر مثلا ورامین و اینها و اونجاهایی که دیگه ده و روستا یا کوه و دشت و بیابون و چه میدونم دره و اجده ها و این چیزها هست اینا رو بهش میگیم در واقع the country و alteration رو داریم به معنی تغییر حالا اینجا چی داره میگه؟ میگه وضعیت مالی من چنان خطرناک چنان بد شد چنان قرمز شد که من به زودی متوجه شدم که یکی از این دو کار رو باید انجام بدم ببینید فرمول either or رو داره میاره یعنی یا این کار یا اون کار یا این شهر بزرگ رو ترک کنم و برم ساکن ده بشم یه جایی توی the country و یا اینکه باید یه تغییر اساسی تو فرم زندگیم بدم و اما ساختار جالبی که در ابتدای این جمله به کار رفته so alarming did the state of my finances become ببینید این هم مثالی از اینورژن که اگه با اینورژن آشنا نیستید یا وارونگی میتونید ویدیوی ما به نام آموزش وارونگی یا اینورژن در کمتر از ده دقیقه رو نگاه کنید نسبتا جز ویدیوهای تقریبا اولیمونه چه اتفاقی رخ داده ببینید این جمله رو بذارید به حالت غیر اینورژن و ساده ترش با هم نگاه بکنیم جمله در ابتدا این بوده خوب دقت کنید از کجا دارم شروع میکنم و چه تغییری میدم The state of my finances became گذشته The state of my finances became so alarming that I soon realized و اون دیگه هیچ تغییری نمیکنه. این فرمول ساده ترشی که احتمالا همتون باش ارتباط میگیرید. The state of my finances became so alarming that اونقدر الارمینگ شد که من مجبور شدم. حالا وقتی که برای تاکید، برای جلب توجه ما به این alarming میاره اینو اول جمله قرار میده، حالا باید اینورژن رو اعمال کنه. در یک جمله اینورژن چیه؟ ظاهر جمله ما به سوال تبدیل میشه بدون اینکه واقعا به سوال تبدیل شده باشه از لحاظ مفهومی So alarming did the state of my finances become اگه یادتون باشه در جمله اصلی became بود حالا حالت سوالیش چجوریه؟ became گذشته ساده است برای سوالی کردن گذشته ساده did میاریم و فعل به حالت عادی میاد So alarming did the state of my finances become that ادامه و در پایان چرا این اینورژن رو اعمال میکنه اشاره کردن برای تاکید بیشتر برای جلب توجه کردن و جمله آخر Choosing the latter Choosing the latter alternative I began by making up my mind to leave the hotel and take up my quarters in some less pretentious and less expensive domicile کلماتی که اینجا لازمه بدونیم خب لتر ببینید لتر و فورمر هستن شما یه جمله میگید که در این جملهتون به دو تا چیز دو تا آدم دو تا راه حل دو تا گزینه دو تا نوع از چیزی یا هر دوتایی اشاره میکنید دقت میکنید حالا در جمله بعدی وقتی می‌خواید به اون دو تای دیگه اشاره کنید اگه به اولیش می‌خواید اشاره کنید از کلمه the former و اگه می‌خواید به دومی اشاره کنید از کلمه the latter استفاده می‌کنید بریم تو یه مثال اینو با هم ببینیم uh, whenever they ask me whenever they ask me whether i would like to have tea or coffee i always choose the latter میگه هر وقت از من میپرسن که چای میخوام جایی میرم مثلا مهمونی چای میل دارم یا قهوه من همیشه the latter رو انتخاب میکنم the latter گفتیم به دومی اشاره میکنه اینجا دومی چی بود قهوه اگه میخواست بگه چای میگفت whenever i whenever asked whether i would like to have tea or coffee i always choose the former اینجا یعنی اولی رو انتخاب میکنه حالا چرا اینجا خود تی و کافی رو تکرار نمیکنه خب یه جورایی جواب تو خود سواله برای اینکه میخواد تکرار نکنه برای اینکه میخواد تکراری حرف نزنه برای اینکه میخواد زیبایی و جذابیت به جمله بده گوش نوازی به جمله بده و شنونده خواننده رو خسته نکنه کاری که این نویسنده حرفه کلاسیک انجام میدن الटरनेटیو یا به قول آمریکایی الटरनेटیو یعنی گزینه شما مثلا چند تا گزینه داری میگه این گزینه یا اون گزینه Uh, making up my mind یعنی تصمیمم رو گرفتم take up my quarters یعنی برم کجا ساکن بشم quarters هم کلمه یه که بیشتر در قدیم به کار میرفته برای جای زندگی الان مثلا کجاها ما quarters رو میشنویم مثلا headquarters مثلا the headquarters of the army مقر فرماندهی مثلا این قسمت از لشکر بعد دو تا صفت داریم خب اکسپنسیو و میدونید pretentious از پرتند میاد که پرتند به معنی وانمود کردن و تظاهر کردنه pretentious در اینجا به آدمی ای که تظاهر گره اشاره نمیکنه pretentious اینجا داره به دامسایل یا دامسل یا دومیسیل اشاره میکنه یا دومسایل همه اینا درسته یعنی محل اسکان یعنی خانه یه کلمه بسیار فرماله برای خانه محل زندگی وقتی همچین چیزهایی رو pretentious بهش اشاره میکنی یعنی خیلی شیک و پیک و خوشگل و لوکس و همچین مفاهیمی رو داره حالا بریم ببینیم جمله چی میگه میگه من گزینه دوم رو انتخاب کردم یعنی بعد از اینکه گزینه دوم ساختار پارتیسیپل داره به کار میبره به جای اینکه بیاد بگه after i chose the latter alternative i began by uh, making up میگه که choosing the latter یعنی after I chose رو تبدیل میکنه به فعل ing دار و فائل گمشدهش رو بعد ویرگول به ما لو میده همون آیی که بعد ویرگول اومده فائل گمشده چوزم است میخواد بگه بعد از اینکه این گزینه دوم رو انتخاب کردم یا با, گ... با انتخاب گزینه دوم میشه همه این مفاهیم رو ازش گرفت بعد از اینکه گزینه دوم رو انتخاب کردم اه... خلاصه با این شروع کردم که تصمیم جدی گرفتم که خب هتل رو ترک کنم و برم کجا ساکن بشم تو یک جای محل زندگی که کمتر گرون باشه و کمتر لوکس باشه امیدوارم از این تحلیل هم استفاده کرده باشید لطفا خواهشان سابسکرایب و لایک و کامنت فراموش نشه ممنونم ویدیوهای ما رو با دوستانتون به اشتراک بذارید حتما نظراتتون رو تو بخش کامنت ها برامون بنویسید تا ویدیوی بعدی خداحافظ